عزم اسرائیل برای مهار خطر جمهوری اسلامی، همزمان با نزدیک شدن به دور تازه مذاکرات وین که گفته می شود قرار است در آن طرفین درباره احیای برجام تصمیم گیری کنند، نخست وزیر اسرائیل درباره توافق احتمالی غرب با جمهوری اسلامی هشدار داد. حسارت سانکتیوت. ما مذاکرات هسته‌ای در وین را دنبال می‌کنیم و وقتی می‌دانیم داستان از چه قرار است، امیدواریم که نتیجه آن به توافق نینجامد. چون توافق مورد بحث برای اسرائیل خوب نیست. ما حتی با وجود یک معامله معتقدیم که رژیم ایران همچنان همان خواهد ماند. اکنون در جریان مذاکرات، در حالی که مقامات وزارت خارجه ایران در وین با قدرت‌های جهانی نشستند، در همان لحظه سپاه پاسداران مانند قلدر محله عمل می‌کند و همزمان با مذاکرات به امارات حمله می‌کنند. اشاره او به حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به امارات است. حمله ای که خونسا شد. همزمان با سفر رئیس جمهور اسرائیل به این کشور. پیام روشن جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه که یکی پس از دیگری ترجیح می دهند کنار اسرائیل بایستند مقابل ایران. نخست وزیر اسرائیل از تداوم کارزار تضعیف ایران در جبهه‌های مختلف خبر داده. در ابعاد هسته‌ای، اقتصادی و سایبری. بنت بدون نام بردن از کشور مشخصی گفت اسرائیل آشکارا و پنهان با دیگران برای تضعیف جمهوری اسلامی همکاری می‌کند. بخشی از این تلاش‌ها هدف قرار دادن مراکز مهم هسته‌ای ایران در نطنز و کرج بود. شبکه تلویزیونی کان اسرائیل هم خبر داده 12 جنگنده 2 هفته پیش در یک مانور نظامی بمباران تأسیسات اتمی ایران را شبیه‌سازی کردند. مهرماه گذشته مشخص شد اسرائیل 1.5 میلیارد دلار بودجه به آماده سازی نیروهای اسرائیل برای حمله به ایران اختصاص داده. جمهوری اسلامی هم 1 ماه پیش در یک مانور نظامی طرح شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای دیمونا در اسرائیل را اجرا کرد. حملات سایبری متعدد علیه جمهوری اسلامی در 1 سال گذشته میتواند بخشی از این کارزار باشد. اما اسرائیل آن سوی دنیا در آمریکا هم دست به کار شده. انتقادها در واشنگتن به سیاست‌های جو بایدن در قبال ایران بالا گرفته. این بار نه از اردوگاه حزب رقیب، بلکه یک سناتور با نفوذ دموکرات از بایدن خواسته مذاکره با ایران را متوقف کند. باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت باید از حامیان احیای برجام پرسید که به دنبال نجات چه چیزی هستند. او از دولت بایدن خواست سیاست جدیدی برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در پیش بگیرد. به گفته این سناتور دموکرات، ایران تنها کمتر از 3 تا 4 هفته با تهیه مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. کاخ سفید هم تلویحاً این گمانه‌زنی را تایید کرده و اعلام کرده که زمان برای نجات برجام اندک است. به نظر می‌رسد اسرائیل در راستای کارزار تضعیف جمهوری اسلامی لابی‌هایش را در حزب دموکرات آمریکا فعال‌تر کرده تا بتواند مانع از توافقی بشود که نتیجه‌اش از نظر اسرائیل این خواهد بود. دوستان من، لغو تحریم‌ها و پر کردن جیب جمهوری اسلامی با میلیاردها دلار، یعنی موشک‌های بیشتر، پهپادهای بیشتر، جوخه‌های ترور بیشتر، حملات سایبری بیشتر و عملیات روانی بیشتر. و نه تنها علیه ما، بلکه علیه متحدان آمریکایی ما در منطقه و سایر متحدان ما. ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه از یمن و امارات گرفته تا عراق و سوریه، اسرائیل را به همراهان جدیدی رسانده که یک هدف دارند: توقف خطر جمهوری اسلامی. در حالی که چشم‌ها به تهران دوخته شده تا ایران برای بازگشت به برجام تصمیم بگیرد، این تهدیدات و فشار بر حزب حاکم آمریکا شاید رفتار غربی‌ها بر سر میز مذاکره را تغییر دهد و گزینه‌های دیگری را روی میز بگذارد. هر آنچه جمهوری اسلامی و ماجراجویی‌هایش را متوقف کند. مجتبی پور محسن، لندن.